ماه می هست 2022 ما در خدمت یکی از برجسته‌ترین هنرمندان تئاتر و سینما ایران هستیم که باعث افتخار هستند. ایشون به زودی هم تولدشون زادروزشون بوده، بهشون تبریک میگیم. واقعا امیدواریم که سالهای سال سلامت و خوشبخت و درازدستی زندگی کنن. امیدوارم که خوب و خوش باشه. من وظیفه‌ای در جامعه داشتم که من فکر میکنم اون وظیفه رو تا اون حدی که تونستم انجام به خوبی انجام دادی. به خوبی این فیلم رو خانم تحلیل خانم دختر عزیزشون میگیرن تا بیادگار بماند. من میدونم که چقدر مردم دوست دارم شما. زنده باشید. ممنونم. سلام به دوستان و همراهان کانال پارسی تیوی. در این ویدیو به زندگی نامه فخری خوروش، هنرمند و بازیگر قبل از انقلاب ایران پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو را از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فخری خوروش متولد 10 خرداد 1309 در کرمانشاه، بازیگره. در 16 سالگی دیپلم گرفته و سپس به دانشسرا رفته. مدت‌ها معلم بوده تا اینکه وارد بازیگری میشه و به شهرت عجیبی هم میرسه. ایشون حالا در آمریکا زندگی میکنه. خودشون میگن قبل از بازیگری دوست داشتم پزشک بشم. به همین خاطر بعد از دیپلم در 16 سالگی وارد دانشسرا شدم، ولی به سمت معلمی کشیده شدم. زمانی که معلم بودم در یه انجمن حضور داشتم که تئاتر اجرا میکرد. اونجا دکتر والا من رو برای بازیگری انتخاب کرد و بعد از 4 ماه تمرین و یادگیری در نمایشی به نام دست‌های آلوده بازی کردم. وقتی به صورت حرفه‌ای وارد بازیگری شدم 9 سال رنگ پدر و مادرم رو ندیدم. بعد 9 سال پدرم به خاطر بیماری که داشت توسط یکی از دوستانم عمل شد. بعد از عمل پدرم به مادرم گفته بود که فخری باعث شده حال من خوب بشه. بگید بیاد تا ببینمش. اینطوری شد که بعد از سالها با پدرم آشتی کردم. تو سال 1334 وقتی 25 ساله بود با سریال برای تو وارد قاب تلویزیون شد. جالبه بدونید نام اصلی او فخری آسودی بود. فامیلی که از روی همسر اول اون به روی خانم خوروش مونده بود، که بعد از ورود به بازیگری نام خود رو به فخری خوروش تغییر داد. با فیلم خانه قمر خانوم در سال 47 وارد پرده سینما شد. خانم خوروش قبل از انقلاب در بیش از 23 سریال ایفای نقش کرد، اما حضور مستمرش در تئاتر اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 بود که وی رو به مشهورترین بازیگر تئاتر ایران مبدل کرد. بعد از انقلاب یه سری از هنرمندان رو میخواستن و سوال جواب میکردن، اما اسم ایشون به میون نمیاد. بعد یه مدتی هم ازشون میخوان تدریس کنن و هنرپیشه تربیت کنن. فخری خوروش اولین بار در سال 1327 وقتی 18 ساله بود با یه معلم آموزش پرورش به نام جواد آسودی در کرمانشاه ازدواج کرد و با هم دیگه به تهران اومدن. اما چند سال بعد این زندگی به طلاق ختم شد. خانم خوروش دومین بار با شاپور شیبانی ازدواج کرد. همسرش یه شخصیت خوشنام فرهنگی و هنردوست بود. شاپور شیبانی برادر جمشید شیبانی، کارگردان و تهیه کننده موسیقی بود. در برخی منابع به اشتباه از جمشید شیبانی به عنوان همسر ایشون نام برده میشه که سال 88 فوت کرده بودن. اما همسر واقعی ایشون یعنی آقای شاپور شیبانی تا سال 1400 در قید حیات بودن و در سال 1400 فوت شدن. ثمره زندگی فخری خوروش و همسر شاپور شیبانی دو فرزند، یه دختر و یه پسر شد که حالا چند سالیه تو کشور آمریکا ساکن شدن و در این کشور زندگی میکنن. خانم خوروش در مورد اقامت خود در آمریکا میگه علت اومدنم به آمریکا این بود این آمدن و رفتن ها برام خیلی سخت بود. بعد کاری میکردم که اقامتم دستم باشه و سالی یه دفعه راحت بیام. برای همین 5 سال اینجا موندم و دخترم سیتیزن شد و از طریق دخترم گرین کارتم رو گرفتم. ایشون توی یک مصاحبه‌ای با گروهی از خبرنگاران در مورد علت دیگه طولانی شدن حضور این بارشون در آمریکا گفتن همونطور که همیشه گفتم من دفعات زیادی رو به خاطر دیدن فرزندانم به آمریکا می اومدم و بعد به ایران برمیگشتم. 5 سال پیش ایران بودم. بعد که به آمریکا برگشتم پام شکست. به همین خاطر توی این سالا 3 بار جراحی کردم.
بعد از اینکه پام شکست و اولین جراحی تو پام پلاتین گذاشتن که بعد از مدتی پلاتینا شل شد و مجدد عمل کردن. اما به خاطر آمپولی که من به اون حساسیت داشتم 48 ساعت در کما بودم. بعد 2 سال وقتی پلاتینا رو باز کردن همونجا پام شکست و منم هی بهشون میگفتم اما کسی گوش نمیداد و باور نمیکردن که زمانی که پلاتینا رو درآوردن پام شکسته باشه. بالاخره بعد 15 روز که با همون پای شکسته منو به خونه فرستاده بودن مجدداً بستری شدم و برای 3 بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم. در مجموع این اتفاقا خیلی من رو از نظر روحی ناراحت و افسرده کرد. البته این رو هم بگم، آخرین بار که از ایران برگشتم شناسنامه و پاسپورتم گم شده بود و الان 6 ماه برای تمدید پاسپورت و صدور شناسنامه جدید اقدام کردم و هر وقت پاسپورتم رو بگیرم اولین کاری که خواهم کرد سفر به ایرانه. خانم خورورش آخرین بار در سال 81 در سریال خانه‌ای در تاریکی و در سال 84 در فیلم یک بوسه کوچولو به کارگردانی بهمن فرمانارا بازی کرده. ایشون در سال 96 شروع به نوشتن خاطرات خود کرد و در سال 97 اون رو منتشر کرد. در رابطه با علاقه شون به بازیگرا میگن راستش بازیگرای خیلی خوبی داریم، ولی به نظر من هنوز بازیگری مانند علی نصیریان، داوود رشیدی، عزت الله انتظامی و جمشید مشایخی نداریم. همه اونا فوق‌العاده بودن. خوشنامی و توانمندی خورش باعث شد او از معدود بازیگران زن سینمای ایران باشه که در دوران پس از انقلاب هم راهش رو در سینما ادامه بده. خانم خورش پیش از انقلاب در سریال‌های متعددی نقش آفرینی کرده بود. ایشون بعد از انقلاب هم توی این مسیر یعنی نقش آفرینی در سریال حضور متعددی داشتن که از جمله این سریال ها میشه به سریال امیرکبیر و بازی در نقش مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه اشاره کرد که از بیادماندنی ترین نقش آفرینی های اوست. وی در سریال های امام علی و پهلوانان نمیمیرند هم بازی کرده. در سال 2010 در 3 دوره جشنواره فیلم های ایرانی سان فرانسیسکو از فخری خورش برای 50 سال فعالیت هنری تقدیر شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این هنرمند دوست داشتنی سینمای ایران پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت بکنید.